چی میگن؟ کوتاه میگم. اونمون کسایی که در صحبتهایشان نعوذ بالله در صحبتهایشان شیطان خنسر را در دبورشان داخل میکنن به رقص میآیند. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه یک کسی از مجلسش بیرون کرد، گفت که شیطان حرکت به حرکت آورده. عزیزم راه فتوا را ندانسته. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه مثل توری بی سیرت نبود، او بینایی داشت. یک کسی قصدن خود را مشابه می ساخت به اولیای مجذوبین. نبی علیه السلام گفت، حضرت عمر فاروق صرف گفت حرکات شیطانیست، بکشنی را. و خودش در سر نماز جذب آیه را که قاری می خوانه فاذا نقر فی الناقور، سر نماز جذب میشه، بیهوش میفته. یک شبانه روز، دو شبانه روز، سه شبانه روز بیهوش است. اصحابش تماما اطباء را آوردن که حضرت عمر مریض است، نفهمیدن، تشخیص نکردن که به چی مریض شده. بعد از سه شبانه روز بیهوش آمد، گفت مرض خود را من میدانم. آن جذبه باطنی بود، خودش در جذب می آید. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه در جذب می آید. حتی ای که من رقصی مجذوبانه سه تن از صحابی را به روایت حدیث قوی رسول الله صلی الله علیه وسلم برتان نشان می دهم و دعا می کنم. این کتاب از کی هست؟ مجبور آن کتاب را بگردانیم پشتین ها. حواله و صفحه کتاب را نمی دانند، مفتی و مفسر و مترجم. میگه که این سفر را گفته، غلط گفته. این مسند امام احمد ابن محمد ابن محمد حنبل، مسند حدیث 28199 حدیث را در امین کتاب خود که 10 جلد است نوشته کرده. 28199 حدیث، حدیث صحاح است. کی است یادم؟ متولد سنه 160 هجری، متوفا سنه 241 هجری، شاگرد اصیل عبدالله ابن مبارک، امام محمد ابن حسن شیبانی و قاضی القضات امیر المؤمنین در قضا ابو یوسف یعقوب که شاگردان طراز حضرت امام اعظم رحمت الله علیه بود. این انسان شاگردی او انسان ها را کرده. 750000 حدیث را حفظ داشت. 750000 حدیث. از بین 750000 حدیث این 28000 حدیث را انتخاب میکند. در روزی که وفات میشه 600000 عالم از کنج و گوشه اطراف جهان اسلام در جنازهش حاضر میشه. حتی ابن حجر رحمت الله علیه نوشته میکند که غایبانه چندین بار در سرش نماز جنازه خوانده شده. ای چی میگه؟ حدیث را از کی روایت داره؟ جلد اول صفحه 319 حدیث نمبر 857 در ذیل کدام احادیث که مسند است؟ همون مسندهای صحابه کرام را جمع کرده. در مسند حضرت علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنه هست. می فرماید حدثنا اسود یعنی ابن عامر، انبعنا اسرائیل، عن ابی اسحاق، عن هانی ابن هانی، عن علی کرم الله وجهه قال. حضرت علی صدقی فرماید اتیت النبی صلی الله علیه وسلم، حضور گرامی نبی کریم علیه السلام آمدم. انا و جعفر و زید، من و حضرت جعفر تیار و حضرت زید بن حارثه رضی الله تعالی عنهم، هر سه ما حضور نبی علیه السلام آمدیم. فقال لزید، ببینیم نبی کریم علیه السلام صاحب شرعیت بود، احکام را به امت اسلامی تشریح میکرد. جایی که خصوصیت به خودش است اون از خودش، ولی علامه نصفی در تفسیر مدارک نوشته میکند در احکام شرعی نبی علیه السلام مساوی بود با امتش.
هر قول و فعل و تقریری که به حضور نبی علیه السلام صورت گرفته که خصوصیت خود نبی علیه السلام نبوده، او شریعت است برای امتش. گفت من و حضرت جعفر و زید حضور نبی علیه السلام آمدیم در مجلسش. نبی علیه السلام رحمت عالم بود، متخلق به اخلاق خداوند بود، همون طوری که خداوند بعضی از بندگانش را نوازش میده، صاحب عزت نبوت و معجزه و کرامت میگردانه. نبی کریم علیه السلام بعض از اصحاب کرام را عزت میداد، نوازش میداد و حتی اون را مشابه به خود میساخت. این کلمات تشویقیش واقعی بود که از طرف خداوند به صاحب شرعیت گفته میشد. گفته او گفته خدا بود، گرچه از حلقوم عبدالله بود. فقال لزیدن، حضرت زید غلام آزاد شده نبی علیه السلام بود، خدمت صادقانه را کرده بود و حقش بود که امین تشویق را نبی علیه السلام برش بکند. چی گفت برش؟ فقال لزیدن، انت مولای، تو مولای من هست. مولا گرچه لفظ مشترک است، اصول شاشی تا نوشته میکنه در بین معتق و معتق، اما اینجا معتق مراد است. تو غلامی آزاد کرده شده ای من هستی، اینجا معتق مراد هست. گفت تو غلامی آزاد شده ای من هستی. فحجل، لفظ فحجل را تشریح میکنم مترجم، باز فرد نخوره که حجل یک از پیش خود اگان ترجمه دیگه نکنه. باز معجم الوسیط و کتاب اللغت ازهری که از مشهورترین کتاب لغت 26 جلد است، حضرت مفتی سید در کتابخانه ما دیده وره، آنجا نوشته میکنه التحجیل التحریک و به سرعت و دوران، حرکت کردن به سرعت، کسی که به تیزی بدوه و چرخ بزنه. گفت فحجل، حضرت زید رضی الله تعالی عنه به این گفته روح بخش و حیات بخش نبی علیه السلام در رقص آمد. کور نادیده چرا منکر حالات اولیای کرام شده؟ در رقص آمد و قال لجعفر انت اشبهت خلقی و خلوقی. به حضرت جعفر طیار رضی الله تعالی عنه گفت تو مشابهت داری با خلقت و ظاهر صورتی من و با اخلاق من. گفت تو مشابهت داری با من صورتن و معنن. تشبیه بلیغ است، به این معنانه که اون هم پیامبر بوده. تشریح علمیش را نمانم، این محول به علم معانی است. گاهی تشبیه بلیغ میشه که انسان که بسیار عادل باشه میگه زیدون عدلون. زید محض عدل است، محض عدل خونه صاحب عدل است، ولی به کثرت عدالت داره، صاحب عدل او را عدل گفته میشه. به کثرت مشابهت داشت، شباهت خیلی بلیغ داشت به نبی کریم علیه السلام در چهره و قیافه و در اخلاق. صحابه کرام متخلق و متعدی به آداب نبی علیه السلام بودن. وقتی گفت ای جعفر انت اشبهت خلقی و خلقی، قال فحجل وراء زید. حضرت علی سب چی میگه؟ گفت برقص آمد حضرت جعفر بالاتر از رقصی حضرت زید، ازو کرده بالاتر برقص آمد. سوم، حال نوبت به خودش میرسه. و قال لی، حضرت علی سید میگه به من گفت نبی کریم علیه السلام. حضرت علی را مقامش را همه شما میدانیم. صحابه کرام حضرت عمر سید میگفت خداوند پناه میبریم به تو از اون فیصله و معذله که در اونجا حضرت علی وجود نداشته باشد. چه میگه؟ و قال لی انت منی و انا منک. علی تو از من هستی، من از تو هستم. در روایت دیگری گفت علی انت منی بمنزلتی هارون من موسا. گفت فحجلت وراء جعفر، من چنان برقص آمدم از حضرت جعفر کرده هم بالاتر برقص آمدم. ببینین عزیزانم، این کتاب حدیث از قدری و مختصر و یا کتاب هایی که منصوب به صوفی کرام است یا خصوصا منصوب به صحیفه کرام است، از اون نگفتیم ما برتان.
اگر تو اهل حق هستی از پیروی حق رو متاب، بخاطر عنادی یا حسدی به یک عالم فقیر داری یا یک صاحب طریقت داری از اسلام نبرای، توصیه میکنم برید. مسلمان باید خیرخواه باشد و نصح لکل مسلمین از جمله بیعتای صحابه کرام بودن که به دست نبی علیه السلام بیعت میکرد، میگفت بایعت رسول الله صلی الله علیه و سلم علی اقام الصلاة و اعطاء الزکات و نصح لکل مسلمین، حدیث صحیح بخاری هست. بیعت بر تقوا میگه این ده عزیزانم، علمای ظاهر ما خفه نشون، اگر کسی بیعت اسلام را داره الحمدلله مسلمان هست، طاعات و عبادات و زهد خود را داره، اما بیعت بر تقوا را به پیامبر و نائب پیامبر تا قیامت را وجود داره نکرده باشه، او عالم غارم هست، او وارث کامل پیامبر نیست، بلکه یک گناه کبیره را مرتکب شده. عفو کنین مرا، شعار من هست موافق و مخالفم میدانه، چیزی را که گفتم با ثابت میکنم برش. عزیزانم، هر کس بدون بیعت ولی خدا در تقوا، در حبل تقوا از دنیا میرود فاسق میمورد، اینه بدانن علمای کرام. اگر دلیل را میخواستن، وضاحت را میخواستن، باز مراجعه کنن به نزد فقرا، نگوین که اهل تصوف علم ندارن، اینا جهال هستن، بس اون علم تو را ندارد که به دروغ فتوا بدی، خیر اون چالاکی زبان تو را ندارد که عوام را فریب بدی. در برابر قول خدا و رسولش و مسلمات شرعی باز چالاکی و هنر به درد نمی‌خورد.